زندگان عزیز رادیو تلویزیون ملی افغانستان، سلام و درود بر شما. امیدوار هستم که تک تک شما در این فصل پاییزی از نعمت صحت و سلامتی بهره مند بوده باشید. با ادامه تهیه سلسله گزارشات میهن من از ولایت کندوز، این بار پروژه های عمرانی را به تصویر میکشیم که کار آنان از سوی ریاست فایدامه کندوز جریان دارد. امید است تا پایان برنامه همراهی من کنید. ما هم اکنون در مسیر راه کندوز قلعه‌زال قرار داریم و ما نخستین برنامه خود را از آغاز کار و ساخت و ساز و ترمیم‌کاری پل قلعه‌زال آقتپه آغاز میکنیم که تازه کار از شروع شده. امید است تا پایان ما را دیده باشین. پیش از اینکه کار خود را شروع بکنیم، از پل قلعه‌زال یک بسه تصویری از فصل پاییزی و شاهراه ها را خدمت شما پیشکش میدارم تا اینکه ذهن شما و تراوت ذهنی شما دگرگون شود. بینندگان عزیز، ما همکنون در لب دریای قلعه‌زال قرار داریم، جایی که شمار زیادی از باشندگان این ولسوالی در انتظار ازی هستند که از طریق کیمه به او طرف عبور بکنند. در کنار ما یک تن از باشندگان قلعه‌زال هستند. میشه خارج به اول خود معرفی بکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اسم قار محمد رسول رحیمی هستم، از یکی از باشندگان ولسوالی قلعه‌زال، قریه تربتگذر. خیلی خوب قاری صاحب، امروز عملا کار ترمیم و بازسازی پل قلعه‌زال آغاز شده، شما چقدر خوشحال به نظر میرسین؟ خیلی خوشحال هستیم که ترمیم شود و دوباره مورد استفاده قرار بگیره و مردم مدامی کیمه که در اینجا مشکلات هست از این خلاص پیدا کنه.
بسیار خوب. پیش از اینکه شما از این طریق کیما عبور میکردین قاره سیب، چقدر شما با مشکلات مواجه بودین؟ چقدر متضرر بودین؟ مشکلات خو کیما طبعا خودش یک مشکلات است که با موتور و موتورسیکل بالا کردن و زیر بالا پایین کردن خو یک مشکلات است. و دیگه دریایی که در زمان آبخیزی حتی مردم غرق شدن، موتورات داخل دریا رفتن و از لحاظ اقتصادی هم برای مردم مشکل است، متضرر هستند. و پلی که در اینجا ترمیم شوه از لحاظ اقتصادی هم برای مردم ولسوالی خریدار خوب است. آیسه میشه در قدمین خود معرفی بکنین؟ ما جای شما آمد هستیم، از آمدن شما بسیار خوش شدیم. این هم پل قلعدال و اختپر وصل کده. اسمتون؟ اسم حاجی آشر محمد. خیلی خوب. پیش از اینکه گپ آغاز بکنیم، پل چند سال میشه که این تخریب شده بود و با تخریب این پل شما با چی مشکلات مواجه بودند؟ ما مردم اینه شما به چشم میبینین که این همه دریا اختپر و قلعدال یک جا کده و دمی پل تخریب شد. بسیار مردم ها وضعیت مریض است. هر جا که یکان وقت میره او خیزی است، یکان وقت مردم ها بسیار غرق شده، ایجا مردم ها بسیار طلب شده. مردم ها اینه بسیار مشکل است، اینه به حال دیده را هستین که چکا مردم ده مشکل مواجه است. حالا که کاری این پروژه از سوی رشته فاودامه قندوز آغاز شده، شما چقدر خوشحال به نظر میرسین؟ چقدر خوشحال هستین؟ ما کلی خوشحال هستیم، کل ما خوشحال هستیم، خرد و کلان کل ما به همه راضی هستیم که جل شوه پول. می پل که است پل ساخت فلزی هسپانیوی است که توسط تمیلکننده های خارجی سالهای قبل ساخته شده بود، اما در اثر جنگ هایی که در داخل کشور ما و شما جریان داشت مدت چند سال پل تخریب گردیده. فعلا امارت اسلامی افغانستان خواهان ازی شدن که باید تمام بازسازی های را در سطح ولایت افغانستان داشته باشه و از این قسمت یک پروژه بزرگی که خوشبختانه در سطح ولایت قندوز ما ولسوالی قلعه‌زار بوده که جامعه ازی ولسوالی بسیار مشکلات رنج میبرند و مشکلات مواجه هستند. ما در سال 1402 طبق پلان منظور شده فایده عامه خود این مشکلات مردم ماشین دیدیم به پلان گرفتیم که پل باید اعمار شود. این پل را زمانی که ما گرفتیم سروی کردیم و دیزاین از این مکمل شد به ریاست وزارت فایده عامه امارت اسلامی افغانستان، در اونجا آفرگشایی شده با شرکت های شخصی به قرارداد داده شده. تقریبا ما 6 میلیون را در اینجا اختصاص داده بودیم که باید به پل به مصرف برسه. مهم پل دی او د کلیزال ټول ولست د مرکز سره وصلی جاغه کول سوالی ده ک کندوز دی، نو ډیر یو مهم پل دی او تقریبا د 15 متر دی چې په وبو کې ولیدل د تیر جنگو په حالات کې. نو اوس موږ وکولای شو چې د دې لپاره یو پروژه جوړ کو او وزارت منظور کی، نو بیا خصوصي شرکت او کول سوي چې اوس عملا کار جریان لري. نو ان شاء الله یوه میاشت کې ونی میاشت کې به دې کال څخه کار تکمیلیږي او ګټي اخیستنې ته به مده کیږي. قلعه‌زار ولسوالی خو هغه لری پرته ولسوالی ده چې په تیرو شلو کلو کې هیڅ خدمت نه ورته سوی، خصوصا بیا دغه پل چې خراب و د قلعه‌زار خوا د اختیپی څخه قطه سوې وه په دغه پل باندې وصل کېدله. نو حتی پر دغه لارې باندې د مزارې تګ راتګ هم کیږي. خدای ستا ملت مو ډېر د مشکلاتو سره مخ و، الحمدلله ملت مو په دې باندې ډېر خوشحاله سو. خو دغه د عمارت لپاره یو غټه لاسته راوړنه هم ده. آینده کې هم د خپلو مشرانو څخه دا غواړو چې دغسې خدمتو ته توجه وکړي.
دوستانه. بینندگان عزیز، قسمی که شما در تصویر میبینین، ما در جای قرار داریم که همکنون کار ترمیم و رنگامیزی پل شیرخان بندر جریان دارد. در کنار ما یک تن از کارگران اینجا هستند و ازشان میپرسیم که مصروف چی کاری هستند و اول میشه شما خود معرفی بکنید. چرا نه، اسم حاجی قاضی محمد، کارمند کارگر رنگمالی پل شیرخان بندر. بسیار خوب، از اینکه اینجا زمینه ای کار برای شما مساعد شده؟ ما در این خوش هستیم سر زمینه ای کار برای ما مساعد شده که ارلخمندان الان از بر فامیل خود مایا بسازیم. از اینکه دولت چنین پروژه های اقتصادی را برای آبادی و بازسازی وطن ایجاد کرده و در ضمنش زمینه اشتغال زایی برای ایده ای از شهروندان فراهم میشه و از رفتن به کشورهای بیرونی حداقل جلوگیری میشه، چقدر احساس خوشی میکنین و چقدر برای شما سودآور است؟ اگر زمینه کار برای کل این مسائل چه و چرا مردم ما مارک بیگانه بوده، چرا غرق شه و چرا بعد از چی رو بیچاره شه؟ این کار پل که است تقریبا 460 متر از طول ازی مربوط افغانستان میشه که ما در اینجا چهار بخش داریم که پاکاری است و رنگمالی زیت زنگ است و رنگمالی روغنی و همچنان چربکاری است که تقریبا 14000 متر مربع رنگمالی روغنی و 14000 متر هم زیت زنگ و پاکاری داره که تقریبا در حدود 20% الی 25% کار پیش رفته. عملا کارگرها مصروفی کار است. انشاءالله کوشش میکنیم که ما مطابق مشخصات کار پیش ببریم و کاملا راضی هستیم. انشاءالله امروز ما مراقبت میکنیم، تحت مراقبت همی قاعده ما پیش میریم. دغه پل خو د دوه هیوادو منځ کې سرحدي پل دی چې د دواړو په ګډه دی، نو دغه پل ډیر تخریب سره مخ و. هغه ګډرونه هغه لاندې سي ټولې زنګ کړي وي چې بیخي تخریب شوی و. نو بیا موږ سروې کوي او په پلان کې مو ونیوی چې هغه کمه زموږ حصه ده چې 460 متره ده، هغه رنګمالی ده او ضدې زنګ دی، دغه به ټول ورکول کېږي چې آینده د پاره پل د تخریب څخه خلاص. پورا بدر تنو کرستا دهی نو هر ارمان. به نام خداوند یکتا، انجینر مسعود ابراهیم خیل هستم، انجینر شرکت سرکسازی و ساختمانی دورانی و مسئولیت فعلی ما پروژیکت منیجر پروژه است. خیلی خوب، اینجا سب عزیز، میشه در رابطه با جزئیات پروژه صحبت بکنین که پروژه را چند وقت میشه شما آغاز کردین، کار چگونه است، چند فیصد پیشرفت داشته؟ البته جناب محترم، پروژه ما از 15 سنبله داخل ساحه کاری شدیم که با کمک و یاری خداوند و همکاری امارت اسلامی افغانستان ما توانستیم که
قرارداد پروژه که حدود 38 کیلومتر سرک است و قرارداد ما حدود 6 کیلومتر در ساحه سرک علی‌آباد خان‌آباد و 2.5 کیلومتر ساحه توپخانه که فعلا قرار داریم هست و ما با توفیق خداوند کوشش میکنیم که همین حدود 38 کیلومتر داغگیری اساسی و بنیادی کرده بتانیم. خیلی خوب. همکنون چند فیصد کار شما پیشرفت داشته؟ تشکر. فعلا در می 20-25 روزی که گذشته حدود بالاتر از 40 فیصد کار ما پیشرفته و کوشش میکنیم که پیش از سرمای زمستان بتانیم که پروژه را با توفیق خداوند ختم بکنیم. برادر عزیز، میشه خود معرفی بکنی و مطربان کدام مسیر هستی؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکات. عبدالجلال ایدری هستم از شهر بغلان مرکزی، دیگه راننده دیم بدخشان و بغلان. بسیار خوب ایدری عزیز، قسمی که میبینیم شما در این مسیر توپخانه و طرف تخار رونده هستین. پیش از اینکه این سرک آلی سرک امروز کارش آغاز شده، چقدر شما خوشحال هستین؟ قبلا چه مشکلاتی شما داشتین؟ والا برادر عزیز، پیش خیلی مشکلات بود دیگه، سرک بسیار خراب بود دیگه و موتورونه خیلی مشکل بود، ولی فعلا خوش هستیم دیگه، سرک مکیر میشه، راحت است برای ما مردم دیگه، خیلی خوش هستیم، انشاءالله که از آبادی بهتر میخواییم. خاطرهای تلخی دارین که یا شنیده باشین که موتورها در این کانال رسیده باشه، مردم تلف شده باشه؟ ولی برادر، تلفات بیشتر بود وقت دیگه، چون سرک خامه بود، بسیار کنواله داشت و تلفات زیاد داشتن دیگه موتورونا دیگه، ولی خیلی خوش هستیم. میشه برادر خود معرفی بکنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نام سید عبدالکریم است، مسئول نمی شهر چیز کار این پروژه هستیم. بسیار خوب سید کریم جان، از اینکه زمینه ای کار و شغلزایی برای خودت فراهم شده در این پروژه، چقدر خوشحال هستی؟ بسیار خوشحال هستیم. میخوایم دولت از اینکه بهترم کارا رو بر ما فراهم کنه تا که کشورهای خارج بره و وطنهای ما امدگاه ما بهتر است که همینجا کار فراهم شد، به ما دولت ما کار را فراهم کنه، کار کنیم. ما بسیار خوش هستیم از کاری که جریان داره، بشه که زیادتر شد و ما خوشحال میشه نگم که کار بر ما زیادتر باشه، دیست چیز باشه، کار باشه، جریان کار، بایی خوشحال هستیم. چطور از کارتان مزدی که برای شما اینجا داده میشه، مرادی قناعت شما هست، بسنده هست؟ شکر است، الحمدلله بسنده است. یک روزی حلال و یک کسب حلال است، برای فامیل خود یک روزی حلال میبریم. آغا سړک یو عمومي سړک دی چې څو ولایتونه سره وصلوي، مخکې به ټولو ته معلومات وو چې خلک ډېر د مشکلاتو سره مخ وه، د خلکو موټران هلته کانال ته ولیدل د سړک د تخریب له وجې، نو لله الحمد همغه یو پروژه ده چې اوس عملا هغه شرکت کار باندې کوي، او 3 کیلومتر سړک دی چې په هغه کې 2.5 کیلومتر اساسي رغول کېږي، او 3.5 کیلومتر چې دی دغه داغګیري او هغه پینهکاري نیول کېږي چې خلک د مشکلاتو څخه خلاص. ترمیم و اسفالت سرک کندوز تخار دیدید و مشاهده کردید. در ادامه ما آمدیم به پل ولسوالی آختاش که ولسوالی خان‌آباد را به ولسوالی آختاش وصل می سازد و کار این پل که گبین می باشد از سوی ریاست فواید عامه کندوز آغاز شده است. در ادامه با ما باشید. تقریبا این پل که از 6 سال پیش تکمیل شده بود که به بهره برداری نهایی سپرده نشده بود از طرف شرکت قراردادی که قبلا بود، اما متاسفانه آب‌های سیل موسمی که آمد زیر کتافال زیر مکمل تخریب کرد
تقریب بود که این پل مکمل از بین بره. به خاطر جلوگیری از تخریب از این ما پلان پیش بینی شده داشتیم که توسط انجینر حفظ مراقبت ساحه را همیشه هر ساحتی که تحت مسئولیت ماست ما وظیفه داریم که بریم اون ساحه دیدن کنیم و جلوگیری از تخریب بیشترش بکنیم. یک وظیفه لای وظیفه ریاست فایده هم از کارهای عمل منفر تحت پوشش قرار میده. بنان ما را به پلان 402 گرفتیم که باید زیر کتافال از تحکیم کاری شود و کتافال از یک از به 3 پت ساخته شده، به هر پت از عرض 3 متر است و طول از مکمل 104 متر با هزینه 250 یعنی 2.5 میلیون افغانی توسط شرکت قراردادی از طرف ریاست فواید ما به شرکت قرارداد داده شده که فعلا ما شما میبینیم این پل از ساحه خطر دیگه نجات داده شد. انشاءالله تا به وقت بسیار زمان قدیم انشاءالله این کار میتوه و هر قدر سیل اگر بیا ما را توسط جالهای گبیون تحکیم کاری کردیم. دغه دختش پل خو یو عمومی پل دی چې ولسوالی د مرکز سره وصلی نو له تخریب سره مخ چې ډیری سی تخریب سی وی لاندې چې کومه غسنګ پر شو هغه مکمل لمنځ تللی وو. په تیر وخت کې بی کیفیت کار سی وو، هغه د بی کیفیتۍ به دغه نتیجه و چې اوس موږ د خپل عمومی غټ پل د تخریب سره مخ وو. نو بیا هغه سرویس او دغه لپاره بودیجه ورکول سو، لا بیا پروژه ورته جوړه سو چې تقریبا 130 متره سنکاری یا گبینکاری چې هغه د پلته عمر ورزیاتینو هغه مو سنکاری یوې میاشتې دربار ونیوي چې مکمل خلاص وسوله او پروژه تکمیل سوله. دغه ترازوګانو کار چې دی د سړک کنټرول دی او د هیپسو مراقبت په بخش کې ډیر مهم دی ترازو، ځکه ځینې بارونه ډیر لوړ راځي، تناژ یې لوړ دی، هغه به د دغه ترازوګانو په واسطه هغه بار به کنټرولیږي ځکه چې د سړک د تخریب مخه ونیول سي. موږ خو اوس ترازوګانو ته ډیرو ته اړتیا لرو. پیلان موږ دوه ترازوګان لرو چې یو قریب په خلاصېدو دی چې کار تکمیل سی او ګټ اخیستنې ته وسپاره سي. بل شیرخان بندر ترازو دی چې څه مشکلات یې درلود هغه ترمیم سوی دی، اوس عملا ګټه ځینې اخیستل کیږي. هغه د موټرو کنټرول د وزن کیږي او هغه کم طرزالعمل چې د وزارت څخه موږ ته راغلی هغه هلته عملي کیږي. الحمدلله د کندوز ولایت د پوهیدامې ریاست بیلابیلې پروژې تر کار لاندې نیولې دي. دا هغه پروژې دي چې زموږ څخه یې ولس غوښتنه کړې وه. بار بار د ولایت مقام رهبرۍ ولسوالیو ته سفرونه کړي وه چې هلته د ولس او د ملت سره په غونډو کې اشتراک کړی وو، نو هلته بیلابیل مشکلات و دغه ولسونو چې د ولایت د رهبرۍ سره شریک سوله. الحمدلله د ټولو مسؤلینو په کوشش او په هڅو باندې دا مشکلات د مرکز سره شریک سوله. ټولو مسؤلینو دې ته متوجه کړله. الحمدلله اوس بالحاله د کندوز ولایت مختلف پروژې دي چې په ادامې ریاست یې تر کار لاندې لري. په دغه کم کارونه چې بالحاله روان دي په دې کې ډیر خلکو ته د کار زمینه برابره سوې ده. الحمدلله ډیر خلک په دې پروژو کې مشغوله دي. نو زموږ تاسې وطن خلک عنقریب څه وخت یو کال دوه مخکې انقلاب رالی، نو ډیر مشکلات و، خلک بیکاره و. الحمدلله چې اوس ډیر خلکو ته د کار زمینه برابره سوې ده او په آینده کې هم موږ پلانونه لرو مختلف پروژې دي انشاءالله چې په هغو باندې به کار کیږي. خو موږ د ولس او د ملت اولویتونه او ضرورتونه ګورو. کم شیان چې اولویت ولري انشاءالله هغه ته به ځای ورکوو.
افغانستان. خوب بینندگان خوب برنامه میهنی من، این بود برنامه ما که از پروژه های اقتصادی از ولایت کندوز خدمت شما تقدیم نمودیم. تا برنامه بعدی شما را به لای پاک و بنیاز می سپاریم. الله یار و نگهدارتان باد.